تورم افسار گسیخته سفره بسیاری از ایرانیان را به شدت کوچک کرده. در این میان بخش بزرگی از بازنشستگان در روزهای گذشته به رسانه‌های داخل ایران خبر دادند که هنوز حقوق اسفند ماهشان واریز نشده. برخی هم میگویند با تأخیر بسیار پرداخت شده. یک زن مستمری بگیر صندوق تأمین اجتماعی که سرپرست خانواده است در این باره به خبرگزاری ایلنا گفته: تمام منبع درآمد خانواده ما این مستمری ناچیز است. با این حال شب عید با تأخیر بسیار پرداخت شده است. چند روز پیش وعده دادند همسانسازی اجرا می شود و حقوق افزایش می یابد، اما هنوز پرداخت صورت نگرفته و برنامه های ما به هم ریخته است. بر اساس آمار صندوق بازنشستگی کشوری 1,650,000 بازنشسته دستگاه های مختلف حقوق ماهیانه خود را در بازه زمانی 25 تا 27 هر ماه دریافت می‌کنند. بالا رفتن شدید تورم در ایران باعث شده بسیاری از بازنشستگان به زیر خط فقر سقوط کنند. برخی رسانه‌ها علت تأخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه بازنشستگان را تأمین نشدن اعتبار مورد نیاز از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند. در سالهای گذشته تأمین اجتماعی جبران هر بدقولی را موکول به پرداخت بدهی دولت به خود کرده. روز جمعه صندوق بازنشستگی کشوری در ایران اعلام کرد که حقوق بازنشستگان به موازات تأمین اعتبار لازم به صورت مرحله‌ای پرداخت می‌شود و پرداخت حقوق مرحله نخست برای بازنشستگانی که حقوق آنها تا مبلغ 5,350,000 تومان بود تا عصر روز پنجشنبه اسفند ماه انجام شده. اما سایر بازنشستگان کشوری باید منتظر تخصیص اعتبار لازم به صندوق بازنشستگان بمانند. خبرگزاری تسنیم هم روز شنبه در مقاله عنوان کرد که از میان 1,650,000 بازنشسته این صندوق 500,000 نفر حقوق اسفند خود را در 3 روز گذشته دریافت کردند. اما بقیه این بازنشستگان که حقوقی بالای 5,000,000 تومان دارند همچنان منتظر واریز هستند. این یعنی اعضا و سرپرستان بیش از 1,000,000 خانوار. طرح مطالبات مستمری بگیران در ایران موضوع جدیدی نیست. در طی سالیان گذشته بازنشستگان با مشکلات زیادی مواجه بودند. به طور مثال دستمزدشون پرداخت نمی‌شد یا دستمزد بسیار پایین‌تر از خط فقر داشتند. بارها تجمع‌هایی برگزار کردند برای اجرای قانون همسانسازی. این قانون نه فقط برای به طور مثال بازنشستگان تأمین اجتماعی، بلکه بازنشستگان صنعت فولاد، بازنشستگان فرهنگی هم وجود داشت. 16 اسفند ماه یعنی کمتر از 2 هفته پیش اعضای مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 1401 مصوبه‌ای را تایید کردند که بر اساس آن باید حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی 10% افزایش یابد. به عبارت دیگر حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور متناسب با سنوات خدمت قابل قبول نباید از 50,000,000 ریال کمتر باشد. ابراهیم رئیسی برخلاف اون چیزی که در ابتدای دوران ریاست جمهوری و حتی در زمان انتخابات ریاست جمهوریش مطرح شده بود، اینکه او سید محرومان هست، توجهی آنچنان به این مسئله نداره. من میتونم این رو هم اضافه بکنم که به طور مثال دولت او قرار شده بود که کارمندان بخش‌های دولتی رو 10% حقوق افزایش بده، اما خب این موضوع اعتراض کارگران بخش‌های دولتی رو به همراه داشت و مجلس ناگزیر اون بندی رو که مربوط به این افزایش 10% بود حذف کرد. این رو هم در نظر بگیریم که حتی باز همین دولت ابراهیم رئیسی قرار گذاشته بود که ایدی کارگران بخش‌های دولتی رو فقط 1 ماه پرداخت بکنه، در حالی که کارگران مشمول قانون کار مستحق باید 2 ماه دریافت بکنه. بنابر پیشبینی مرکز آمار ایران تا سال 1415 بیش از 16% جمعیت کشور را
گروه سنی 65 سال و بیشتر تشکیل خواهد داد. وضعیتی که از توان سرویس دهی صندوق‌های بازنشستگی بیشتر کاسته و آنها را در معرض خطر جدی ورشکستگی قرار می‌دهد. مهران کریمی، رادیو فردا.